بینندگان عزیز سلام بر شما. میدونید که گوهرهای درخشان توانمندی های انسان در پیچ و تاب حوادث روزگاران بارز میشه. این گفته ایست از علی علیه السلام. بر اساس این گفته سالهای اخیر که مقاومت ایران در پوران انواع توطئه‌ها و تهاجمات و شبیخونها بوده میتونه بهترین دوران محک و سنجش توانمندی ها و کارایی های رئیس جمهور برگزیده مقاومت به ویژه در استخراج و بکارگیری گوهرهای درخشان توانمندی های انسانی در اشرف به عنوان پرچمدار پایداران در کارزار بیشماران باشه. ما تا کنون 5 شماره از این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. امروز در ششمین برنامه سالگرد معرفی خانم مریم رجوی با ما همراه باشید. خالد عیسی طه حقوقدان از عراق و رئیس کانون وکلای بدون مرز. تعهد و ایمانی که توسط خانم رجوی رهبری شد چنان توانمند بود که توانست از شهر اشرف که تحت محاصره است دفاع کند. آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا. رادیو پرزیدنت میسیس مریم رجوی ایز لیدینگ ویت ساچ کمپتنس ویت ساچ dedication in such difficult times. I congratulate you, Mrs. President. I congratulate you for your courageous and brilliant leadership. It is a privilege to serve under your banner. And I also بارونس کارولین کاکس، عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان. شورای ملی مقاومت، بزرگترین نیروی اپوزیسیون ایران که به خاطر افشای برنامه اتمی این رژیم شهرت یافت، توسط خانم مریم رجوی هدایت می شود. نقش رهبری کننده او در بزرگترین نیروی اپوزیسیون ایران فرصت بزرگی را ارائه می دهد. خانم میسون مجید، مسئول انجمن رحمت و خیریه در عراق. راجب گیل نماینده مجلس عوام انگلستان. That the French National Assembly has taken this step, made this declaration, and is standing four square behind the cause for freedom and democracy in Iran, and as exemplified by one of the most courageous women that we know. خانم مریم رجوی در سال 1372 به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران انتخاب شد. اون انتخاب یک سلاح استراتژیک شلیک شده از سوی مقاومت به سوی رژیم آخوندی توصیف شد. و حالا سوال اینه که در این دوران پر از آزمایش و ابتلا که مقاومت ایران از طوفان‌های بسیار بزرگ عبور کرده و توطئه‌های رژیم هم بی‌وقفه ادامه داشته، نقش رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ خانم رجوی در تمام این سال‌ها پرچمدار و مدافع پایداری 6 ساله کل مقاومت و بخصوص پایداری اشرف بودند. اما اینو میدونید که خانم رجوی در این حال در زمینه‌های متفاوت و متعدد دیگه هم مشغول نبرد با رژیم بودند. به درستی چگونه میتوان این زمینه‌ها و پهنه‌های کار را فهرست کرد؟
به عقیده من شما باید از روی دشمن به این زمینه ها و این پهنه های کار برسید، چون هر توطئه و هر اقدامی که دشمن مردم ایران و دشمنی مقاومت کرده، رئیس جمهور مقاومت در برابرش حاضر بوده. پس ما در ابتدا به یک تصویر از توطئه ها و تهاجمات رژیم به این مقاومت نیاز داریم. به اولین صحنه توطئه ها نگاه کنیم. چند ماه پیش از سقوط دولت سابق عراق در سال 1382 خورشیدی، توطئه های فاشیسم تروریستی مذهبی آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران و شهر اشرف ابعاد و شدت بی سابقه ای پیدا کرد. در جریان تحولات عراق در سال 82 رژیم آخوندی نقشه شوم کشید تا با بند و بست های خائنانه ارتش آزادی بخش ملی ایران را به دست نیروهای ائتلاف از میان بردارد. از قبل از آن جنگ، پاسدار محسن رضایی، سرکرده پیشین سپاه آخوندها، آشکارا و علنی از آمریکا خواست که برای نشان دادن حسن نیت خود مجاهدین را بمباران کند. ما انتظار داشتیم که از سوی آمریکا حمله ای علیه این گروه که مخوفترین و بدترین تروریسم را مرتکب شده است صورت گیرد، طوری که صداقت آمریکا را در ادعایش نشان دهد. شکست منافقین در عرصه بین المللی و تروریست شناختن این گروهک در جهان حاصل تلاش جمهوری اسلامی ایران در زمینه دیپلماسی و روابط بین المللی است. اما وقتی رژیم از بمباران طرفی نبست، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در فرانسه هدف قرار داد و توطئه شوم 17 ژوئن را با همدستی دولت وقت فرانسه و به قیمت پیشکش کردن منافع میلیاردی از سرمایه های مردم ایران و بستن قراردادهای بسیار هنگفت با شرکت های فرانسوی به مرحله اجرا گذاشت. می‌دونید که از سال 2003 و بعد از 17 ژوئن یک رویارویی بی‌وقفه بین مقاومت با رژیم شروع شد. برای اینکه تصویر داشته باشید از میزان توطئه‌های زنجیری رژیم آخوندی، شما رو توجه میدم به گوشه‌ای از پیام رهبر مقاومت در فروردین سال 87 که در اون پیام فقط یک رقم تبلیغات رژیم آخوندی علیه مجاهدین رو، اون هم فقط در سال 86 برشمردند. در سال 86 رژیم آخوندی 9876 بار مجاهدین و مقاومت ایران را در رادیو تلویزیون و مطبوعات و خبرگزاری ها
و سایت های تابعه یا وابسته به اطلاعات نظام و همچنین رادیوهای فارسی زبان هدف تهمت و افترا و لجن پراکنی قرار داد. اما با همین عدد هم به سادگی می توان دریافت که آخوندها در تمام ایام سال بدون تعطیلی به طور متوسط روزانه 27 بار به دروغ پردازی و فحاشی و لجن پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران مبادرت کردند، یا همان دروغ را از شبکه و کانال دیگری به خورد مستمعان خود دادند. خرید برنامه تلویزیونی از الجزیره در لندن برای ماموران وزارت اطلاعات، خریدن خبرنگاران بی پرنسیپ و بردن آنها به تهران برای مقاله نویسی علیه مجاهدین، اعزام ماموران به دفاتر صلیب در کشورهای مختلف جهان، دعوت هیئت‌های خارجی به زندان وین برای گفتگو با ماموران، ترتیب دادن جلسات تبلیغ علیه مجاهدین در کشورهای اروپایی و کشورهای عربی مانند اردن و لبنان از سوی سفارت رژیم و ماموران، انعکاس گرفتن از رادیوهای فارسی زبان، شبکه لابی ضد مجاهدین و مقاومت ایران در آمریکا و کشورهای اروپایی، شکایت‌های زنجیره‌ای علیه مجاهدین در فرانسه و عراق و آلمان، تلاش برای آلت دست قرار دادن قضائیه عراق به منظور باز کردن پرونده‌هایی از قبیل کشتار شیعیان و اکراد، و همچنین بازیچه قرار دادن قضائیه فرانسه برای بازگشودن پرونده صیاد شیرازی، یا وارد کردن مأموران رژیم در پرونده 17 جوان و دادگاه لوکزامبورگ به بهانه مجروحان فلان عملیات در اهواز یا تهران، تصویر این ضدیت بیمارگونه را تکمیل می‌کند. اگر بخوایم کارها و پهنه‌های مبارزه‌ای رو که پیش روی خانم رجوی قرار داشته فهرست کنیم، به درستی به چه زمینه‌هایی می‌رسیم؟ اگه بخوایم برای درک بیشتر کارها و پهنه‌های مبارزه‌ای که پیش روی خانم رجوی قرار داشت رو در ذهن جدا کنیم، در یک زمینه مقابله با توطئه و زد و بندی بوده که رژیم در پرونده 17 جوان علیه مقاومت صورت می‌داد. یک زمینش مبارزه با سیاست مماشات غرب با آخوندها بوده. یک زمینه گسترده ترش تلاش برای حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی بوده. همینطور ارائه راه حل سوم برای ایران، ایرانی که آخوندها اون رو به سیزده یک سمت یک جنگ خانمانسوز می کشن. یک زمینش دفاع از حقوق مردم ایران در مجامع بین‌المللی بوده. یک زمینش مبارزه با پروژه جنایتکارانه آخوندها در ساخت بمب اتمی بوده. پیش بردن همه اینها بر عهده خانم رجوی بوده. خانم رجوی در همه زمینه ها و در مقابل همه این توطئه ها، توطئه که رژیم اونم با هزینه های بسیار بسیار بالا به پیش برد، ایستاده. اما از اونجا که توطئه های پیاپی رژیم روی شهر اشرف متمرکز بوده، همه این رشته های مختلف کارزار در یک کارزار مادر به هم پیوند خوردند و در صحنه عمل خواهر مریم با پرچمداری پایداران اشرف و دفاع پیروزمند از اون، این کارزار رو در تمام زمینایی که برشمردم پیش برد و صحنه رو اون طوری که امروز داریم میبینیم چرخوند. اشرف، شهری که توطئه‌ها و حملات مداوم رژیم و پایداری پرشکوه و خارق‌العاده مجاهدانش آن را به خط مقدم و کانون سرنوشت ساز نبرد برای آزادی ایران تبدیل کرده است. این شهر طی 6 سال گذشته میدان فشرده‌ترین رویارویی و صحنه کارزار آزادی بخش نوین بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی بود.
تمام این مدت حتی بدون گسست یک روز رژیم حاکم بر میهن مان چنگ انداخته بود تا این شهر و مجاهدینش را از جا بکند. همه امکانات مورد استفاده قرار گرفت. ارعاب و تهدید و کشتار کارگران عراقی اشرف، قطع برق، ارزاق و سوخت و دارو، انفجار تأسیسات آبرسانی اشرف و حتی روستاهای اطراف آن، همه اینها نوعی از فشار بودند. همچنین با نفوذ در دستگاه‌های رسمی و به خدمت گرفتن رسانه‌های خریداری شده از طریق دستنشاندگان دائمی یا مواجب بگیران موسمی، با گله‌های مزدوران اعزامی، با جنگ مستمر روانی، با کثیف‌ترین ترفندها و دروغ پردازی‌ها، با بمب‌گذاری بر سر راه کارگران و کشتار یاوران عراقی اشرف، با رادیوهای فارسی زبان امداد رسانش، با تلاش‌های مداوم و البته مذبوحانه برای خریدن شخصیت‌ها و شیوخ و شهروندان عراقی، با دعوت آنان به مشهد و تهران و صرف هزینه‌های گزاف برای برانگیختن آنان علیه مجاهدین، با تحت فشار قرار دادن اشرفیان از طریق آزار و اذیت خانواده‌ها و منصوبین، و با به گروگان گرفتنشان در شهرها و مناطق مختلف میهنمان، و حتی با شکستن سنگ مزار یکایک مجاهدان در کربلا. بله همیهنان گرامی، گزارشی بود در مورد شرایط اشرف. مقابله با همه این کارها در تمامی این سالهای پایداری امر بسیار پیچیده و سخت و سنگینی بود که توسط رئیس جمهور مقاومت پرچمداری شد و به پیش رفت. کارزار عظیم که به ویژه در این دوره، یعنی از سال 82 به بعد، حتی یک لحظه، حتی در روزهای بازداشت و در زندان متوقف نشد، بلکه با آهنگی فزاینده و بی امان ادامه یافت. هدف ما تضمین آزادی و دموکراسی به هر قیمت است، حتی به بهای فدای موجودیتمان. ما به جانب فدیه ها و مهنت های بزرگ شتافته ایم تا آزادی و خوشبختی نصیب ملت ایران شود. ما از همه چیز دست شسته ایم تا همه چیز برای ملت ایران به دست آید، و چنین خواهد شد. پس به فتح و آزادی مردم ایران باید یقین کرد. شب استبداد و ستم بیش از این نمی پاید. روز ما بر می دمد. آزادی پیروز می شود. درود بر همه شما. پس از شکست کودتای 17 ژوئن، رئیس جمهور برگزیده مقاومت نقش خود را به عنوان پرچمدار و زبان گویای اشرف با بسیج گسترده انسانهای شریف و آزادیخواه از میان نمایندگان پارلمانها و شخصیتهای سیاسی و حقوقی و سازمانهای بشردوست ایفا کرد، و به تدریج یک جبهه عظیم را رو در روی جبهه فاشیسم مذهبی و حامیانش شکل داد و وارد مرحله تهاجم به آن شد. حالا باید دید در برابر رژیمی با تمامی امکانات دولتی و سفارتهاش در خارج از کشور و با تاراج خائنانه سرمایه‌های ملت ایران و زدوبندهای ده‌ها میلیاردی، جبهه مماشات رو با قدرت و توان دولتی علیه مقاومت ایران به کار گرفته، رئیس جمهور مقاومت
به چه مبانی و سرمایه‌هایی اتکا داشته و با چه اهرم‌ها و روش‌هایی این نبرد رو به پیش برده. مقاومت ما به عنوان یک مقاومت مستقل به چیزی جز خودش و جز مردمش تکیه نداره. این برای مقاومت ایران، برای مقاومت مردم ایران یک اصل اساسیه. هنر رئیس جمهور برگزیده مقاومت اینه که با ایمان و اعتقاد کامل و عمیق به همین اصل و با شعار میتوان و باید که از سالها پیش ایشون دادن و باز هم میدن، این نیرو رو از خودش، از اعضای مقاومتش و مردمش استخراج میکنه. این رو بارها خود خانم رجوی بهش تأکید داشتن. مقاومت ما با اراده جبر شکن زنان و مردان از خود گذشتش که سر بر قدوم آزادی نهادند پیروز می شود و هیچ نیروی در جهان یارای ایستادگی در برابر آن را ندارد. پس تکرار می کنیم که اقرار می‌کنیم که علیه صبح به غریب، بله صبح پیروزی و بهار آزادی نزدیک است. البته مشروعیت مردمی و حقانیت مقاومت و فدای بیکران و پاکبازی رهبریش مبنای لازم رو برای استخراج و هدایت انرژی‌های عظیم مردمی در اختیار رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران قرار میده. چنان که وقتی مقر اقامتشون در پاریس مورد شبیخون قرار گرفت، در 17 جوان دیدیم که پشتیبانان مقاومت از دورترین نقاط جهان با چه خروش و جانبازی که از خودشون نشون دادن به اونجا اومدن. از 27 خرداد 82 تا روز 12 تیر که روز آزادی خانم رجوی بود، صدها تن از ایرانیان با اعلام اعتصاب قضا تا پای جان در حمایت از او ایستادند و یک نفس خروشیدند. هزاران تن از ایرانیان در 20 شهر جهان به شب زنده‌داری و نیایش برای آزادی مریم رجوی می‌پردازند و شمع روشن می‌کنند. بسیاری از مردم اورسورواز نیز در شب زنده‌داری حضور داشتند و برای آزادی مریم رجوی نیایش کردند. هزاران ایرانی در شهرهای مختلف ایران و سراسر جهان یک نفس و یک پارچه خروشیدند تا عاقبت رژیم آخوندی را به شکست کشاندند. یک نمونه دیگه از بسیج هموطنان توسط رئیس جمهور برگزیده مقاومت به استخراج انرژی عظیم ناشی از فداکاری و مایه گذاری آنان، تلاش و فداکاری اونها در تحصن 8 ماهه در سوئیس در دفاع از حق پناهندگی مجاهدان اشرف بود که یادآوریش برای بیان و تجلیل از این رزم و رنج کافی است. یازدهم مرداد 85 تحصن 8 ماهه ایرانیان در ژنو در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان و صلیب سرخ بین المللی برای دفاع از حق پناهندگی مجاهدین مستقر در اشرف آغاز شد. هشته اسفند 85 پس از 8 ماه تحصن ایرانیان در برابر مقر ملل متحد در ژنو، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در این کشور مخالفت خود را با اخراج مجاهدین از عراق و هر گونه جابجایی اجباری ساکنان اشرف در داخل عراق اعلام کرد. First point is that Indonesia is opposed to the refoulement of people in Ashraf.
22 تیر ماه 87 ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت و گروهی از خانواده های مجاهدان اشرف در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل متحد و دفتر مرکزی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو به تجمع و راهپیمایی دست دادند و ضمن محکوم کردن توطئه‌ها و حملات موشکی رژیم آخوندی علیه اشرف از ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی خواستار اتخاذ تدابیر ضروری برای تضمین حفاظت ساکنان اشرف شدند. چهار شهریور 87 هموطنان و حامیان مقاومت همراه با خانواده های رزمندگان اشرف در اعتراض به توطئه‌های رژیم آخوندی علیه ساکنان اشرف در مقابل مقر ملل متحد و دفتر صلیب سرخ بین المللی در شهر ژنو یک تحصن طولانی را تا تحقق خواسته هایشان آغاز کردند. گرد همایی های ایرانیان مقیم خارج از کشور و پشتیبانان مقاومت در سالهای اخیر یک بسیج بی سابقه تاریخی و کم نظیر در تاریخ جنبش های ایران و جهان رو به نمایش میذاره و نشون دهنده عمق اتکای پرچمدار مقاومت ایران به مردمه و چگونگی پیش بردن این بسیج ها و دعوت و فراخواندن ایرانیان تبعیدی و مقیم خارج از کشور توسط خانم رجوی رو نشون میده. با اتکا به این حمایت ها و پشتیبانی و فعالیت ها و امواج اعتراض این هموطنان بوده که در هر مقطعی با تظاهرات، با گرد همایی و با خشم و خروش در خیابان های جهان و در برابر مجامع بین المللی و سفارت های کشورها مقاومت تونسته رژیم رو به عقب بنشونه و پیروزی های خودش رو محقق کنه. از بهار سال 82 که امواج بزرگ خروش ایرانیان شریف در سراسر دنیا توطئه 17 ژوئن را به شکست کشاند تا امروز محیط‌های ایرانیان آزاده در خارج از کشور هیچگاه آرامش نداشت. از آذر ماه سال 82 تحصن‌ها، اکسیون‌ها و تظاهرات هموطنانمان در اروپا، آمریکا و استرالیا در محکوم کردن توطئه‌های رژیم علیه شهر اشرف و حضور مجاهدین در عراق آغاز شد. در هر مقطع و با هر توطئه‌ای از طرف رژیم ایرانیان با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت به میدان شتافتند. این حضور باعث شده است که در سالهای اخیر اجتماعات و گردهمایی‌های پشتیبانان مقاومت ایران که سال به سال گسترش یافته و بزرگتر شده است چشم جهانیان را به حقانیت و توان و گستردگی و محبوبیت مقاومت ایران خیره نماید. چهار آذر 84 تظاهرات 35,000 نفری ایرانیان در بروکسل با حمایت بیش از 260 تن از نمایندگان منتخب 22 کشور اروپایی از اهداف تظاهرات. 8 اردیبهشت ماه 85 گردهمایی ایرانیان آزاده از ایالت‌های مختلف آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همزمان با اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک. 10 تیر 85 30,000 ایرانی در سالن بورژه پاریس در بزرگترین اجتماع ایرانیان با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران با مریم رجوی. 30 تیر 85 گردهمایی با اکسیون‌های اعتراضی هموطنانمان در کشورهای مختلف جهان آغاز شد و ایرانیانی که در سراسر جهان زنجها را برای تغییر دموکراتیک و سرنگونی رژیم آخوندی در 30 خرداد سال 85 به صدا درآوردند، سوگند خوردند تا مشخص شدن جایگاه قانونی مجاهدان اشرف از پا نخواهند نشست.
9 تیر 1386 گرد همایی 50,000 نفره ایرانیان در ویلپانت پاریس و سخنرانی مریم رجوی با عنوان به سوی پیروزی. اگر در جمعیت شرکت کننده در گردهمایی های مقاومت دقت کنیم، این شور و حرارت برای دفاع از اهداف آزادی خواهانه مقاومت در ایرانیان خارج از کشور بسیار بالاست. مثلا گردهمایی های سالگرد 17 ژوئن در سال 85 30,000 ایرانی در سالن برج پاریس شرکت کردند. اما این جمعیت در سال 86 به 50,000 نفر و در سال 87 به 70,000 نفر و در سال 88 به بیش از 90,000 نفر رسید. و این بیانگر شرکت روزافزون مردم از کشورهای مختلف در پاسخ به همین فراوان است و فضای فعال و پرشور ایرانیان خارج از کشور رو بیش از هر زمان نشون میده. ویلپنت پاریس 8 تیر ماه 87 بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور با شرکت بیش از 70,000 نفر با حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس برگزار شد. چنان که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در پیام 3 دی ماه 85 بر این نکته تأکید کردند که هیچ کس در هیچ شرایط و در هیچ سن و سالی نیست که کاری از او برای آزادی میهن بر نیاد. همه میتونن یار و غمخوار و مددکار باشند و به این بیندیشند که از اونها چه کاری و چه کمکی و چه خدمتی در این مسیر ساخته است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت همواره به نیروی تک تک هموطنان ما در سراسر نقاط دنیا تکیه کردند و همه رو به یاری و غمخواری و مدد رسوندن به مقاومت برای آزادی دعوت و تشویق کردند. تشکیل انجمنها و تشکلها و فدراسیونهای ایرانیان در تبعید یک نشانه دیگر اتکای به خود و خلق خود در رویارویی با دشمن ضد بشری است. طی سالهای 83 و 84 موجی از برگزاری کنوانسیون و تظاهرات توسط ایرانیان آزاده در سراسر آمریکا و اروپا برای حمایت از راه حل سوم خانم رجوی جریان داشته است. از آبان 84 کنگره‌های ایرانیان در دفاع از مجاهدین شهر اشرف در سوئد و هلند برپا شد. این اتکا به مردم در داخل کشور نیز همیشه وجهه اهتمام رئیس جمهور برگزیده مقاومت بوده و همواره فراخواندن اقشار مختلف مردم به اعتراض و مطالبه آزادی و حقوق به یغما رفته یکی از سرخط‌های پیام‌های رئیس جمهور مقاومت بودند. ما تأثیر این کار کرده خانم رجوی رو در فعال شدن جوانان و دانشجویان و زنان و کارگران معلمان میهنمون همیشه در مناسبت‌های مختلف مثل روز دانشجو، اول مهر و در روز کارگر مشاهده می‌کنیم. به خصوص از اونجا که خانم رجوی
پرچمدار برابری و نفی تبعیض جنسی هم هستند و همیشه قلب اندیشه ارتجاع و بنیادگرایی یعنی زن ستیزی رو مورد تهاجم قرار میدن، پیام های نوع خانم رجوی در داخل هم زنان و دختران کشورمون رو به حرکت و جنبش در میاره. هشت مارس 2004 اسفند 1382 سخنرانی مریم رجوی با عنوان بنیادگرایی و زنان به مناسبت روز جهانی زن. حضور فعال اجتماعی زنان و ابراز نظر و فعالیت اونها اون هم حول جدیترین موضوعات سیاسی و به خصوص حضور زنان مسلمان در صحنه اجتماعی تیری در قلب ایدئولوژی ارتجاع و فرهنگ ارتجاعی حاکم بود و به این ترتیب بود که نبرد مرگ و زندگی بین زنان ایران و بنیادگرایی حاکم آغاز شد و از اون روز تا الان 25 سالی که میگذره و این نبرد همچنان ادامه دارد. در سطح جهانی نیز برجسته‌ترین فعالان جنبش زنان تحت تأثیر پیام‌های رئیس جمهور مقاومت فعال شده و به تأسیس تشکل‌ها و سازمان‌هایی برای دفاع از حق برابری زن پرداختند. 14 آذر 83 اولین اجلاس مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی زنان علیه بنیادگرایی و برای برابری روز 14 آذر 83 در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. Fundamentalism a very very sensitive issue to discuss but nevertheless does need to be discussed. سوم آذر 84 به ابتکار فدراسیون بین المللی زنان علیه بنیادگرایی و برای برابری جلسه ای در شهر لندن برگزار شد. بینندگان گرامی، شرح مبانی پیروزی ها و علل موفقیت ها و کارکردهای رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران رو شروع کردیم. امروز تنها به یکی از این علل پرداختیم که عبارت بود از اتکا به هموطنان و مردم ایران در داخل و خارج از کشور. در برنامه های آینده به سایر علل و مبانی این پیروزی ها خواهیم پرداخت. با تشکر از اینکه تا اینجا همراه ما بودید، امیدواریم ما رو تا انتهای این سلسله برنامه‌ها که در روزهای آینده پخش خواهد شد همراهی کنید. با آرزوی موفقیت، خدا نگهدار.